استدراج رو اجازه بدید من توضیح بدم. استدراج که در آیه قرآن هم داریم، سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، استدراج اینه که طرف رو یه جوری بازخواست کنیم بگیریم که متوجه نشه. افرادی که میرن گناه میکنن میبینن مالشون زیاد شد، میرن گناه میکنن میبینن ریاست و مقام پستشون رفت بالاتر، اینا رو خدا میگه من استدراج میکنم، یعنی فکر میکنه که من دارم بهش احسان میکنم در حالی که میخوام پیمانش پر بشه، بدترین عذاب برش نازل بکنم. مصداق انما نملی لهم لیزدادوا. احسن. استدراج معناش اینه که یه وقت کاری انجام میدیم، پرسیدم ما هم بعضی موقع مالمون ثروتمون نمیدونم میره بالا، فهمیدن اگر حق خدا رو ادا میکنه شکر گذاری میکنی استدراج نیست، ولی اگر بعضی هستن ربا و نزول و گناه اینه مالش داره زیاد میشه، این استدراجه. خدا میخواد راتو ببنده که بر نگردی پیمانت پر بشه به جهنم. مواظب باشین. حضرت میفهمد چه بسا افرادی که اینکه خدا بهشون مهلت میده با احسان کردن به اونها، اینا سوء استفاده میکنن و از اون نعمت استفاده بدی میکنن. و دوم مغرورن به ستر علی، افرادی که حالا یک بار پوشون، ده بار پوشون، هفتاد بار پوشون، خب دیگه آدم مواظب باشه گناه نکنه دیگه. این در واقع مصداق این شعر، لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. مواظب باشیم به اون رسوایی نرسیم.